شهر زیبای تبریز مرکز استان زرخیز آذربایجان. آذربایجان همیشه در وضع اقتصادی و سیاسی کشور نقش مهمی ایفا کرده است. چندی قبل خبر کشف مرکز چاپ مخفی اوراق گمراه کننده فرقه دموکرات وابسته به حزب منحل توده در تبریز منتشر گردید. جریان امر از این قرار بود: از مدت‌ها پیش مامورین انتظامی و لشکر سی تبریز در جستجوی این لانه جاسوسی بودند تا بالاخره آن را در محله شتربان تبریز کشف کردند. مسئولین کشف این چاپخانه مرموز قسمت‌های مختلف چاپخانه را بازرسی می‌کنند. کلیشه سرلوحه روزنامه کردستان وابسته به شبکه مخفی حزب منحله توده و سایر کلیشه‌ها و اوراق چاپی به دقت مورد بازدید قرار گرفت. سرسپردگان بیگانه و عناصر خائن حزب منحله توده با استفاده از این چاپخانه بیانیه‌ها و اسناد خیانت خود را چاپ می‌کردند. تاریخ ایران فجایع و اعمال شرم‌آور فرقه قلابی دموکرات را در سال‌های 24 و 25 ثبت نموده است. در اثر تجسس و مراقبت‌های شبانه روزی مأمورین انتظامی تبریز بود که این سنگر وطن فروشی متلاشی شد. مقدار زیادی اسلحه و مهمات نیز به دست مأمورین انتظامی افتاد. به مناسبت کشف این چاپخانه مخفی مراسمی در شهرداری تبریز برپا گردید. طی این جشن نوت‌های مبنی بر تقبیح اعمال خائنانه حزب وطن فروش توده به عمل آمد. جناب آقای گلشاهیان استاندار آذربایجان، تیمسار سرلشکر مقبلی فرمانده سپاه دو شمال غرب، فرمانده لشکر سه تبریز تیمسار سرتیپ شیروانی، تیمسار سرتیپ مصطفی شوکت، آقای دهیم مدیر روزنامه آذرآبادگان، در پایان مراسم اوراق و کتب گمراه کننده حزب غیرقانونی توده که در محل چاپخانه به دست آمده بود در وسط میدان مقابل شهرداری آتش زده شد. اهالی تبریز هنوز خاطرات تلخ استیلای متجاسرین را بر زادگاه خود فراموش نکردند. امروز نیز همان مردم شاهد یک موفقیت دیگر، یعنی تارمار کردن بساط جاسوسی و خیانت می باشند. کفاره گناه خیانتکاران با آتش نیز جبران نمی گردد.